یا من دل علی ذاتهی به ذاته. سلام اردبیله، اردبیلره، اردبیلین یرینه، جوهنه، داغنه، داشنه، سوارانه، هر یرینه، هر نمارسنه. کسی که از تو در تو نظار کند، ورقهای بیهوده پاره کند. نشاید تو را جز به تو یافتن، انان باید از سردری تافتن. بسی منزل آمد زمان تا به تو، نشاید تو را یافت الا به تو. معلوم است که بسیار خوشحالم از اینکه در این محفل شریف شما از دور، حالا حضور فیزیکال ندارم ولی بود منزل نبود در سفر روحانی، بالاخره اقلا دلمون اونجاست و به تبع دل یه رقم حضورم داریم. به هر حال بسیار خوشحالم از حضور در حالا حضور روحانی در اردبیل و اون هم در چنین محفل شریفی که تشکیل شده است برای تبجیل و تعظیم یکی از سرآمدان نوع انسانی، حکیم نظامی. خیلی مختصر عرض میکنم، ما میدونیم که شاکله شعر تخیله. حالا اصطلاحاً تخیل، خیال، متخیله، اونا اصطلاحات فلسفی خیلی با ظریف‌کاری‌هاش کار نداریم. همون خیال که معروفه یا تخیل، تخیل رو میگیم. ما همون تعریف کلاسیک شعر رو هنوز معتقدیم. شعر کلامی است موزون، مقفا، متخیل. این تخیل منحصر به شعر هم نیست. شاید عنصر اساسی هنر ادراک خیالی باشه. به هر حال شعر مبتنی بر خیاله. به اون توضیح که عرض کردم، اگر دوستان اهل فلسفه هم تشریف داشته باشن بر بنده خورده نگیرن که خیال رو با تخیل قاطی میکنم. همون اصطلاح معروف رو عرض میکنم. هنر و نوع برتر اون شعر اساسا قائم بر خیاله. نتیجتاً همه شعرها سرکارشون با خیال است و عوالم خیالیه. اما برخی از شعرها در سطوح عالی، اینها رو ما میتونیم که دو قسم براشون قائل بشویم. بگوییم بله شاکله اصلی شعر خیاله، اما در سطوح بالای شعر بعضن هستند شعرهایی که در عین حال که شعرشون مبتنی بر خیاله، برهانیات هم توشون هست. من تقسیم میکنم به شاعر حکیم و حکیم شاعر. شاعر محض سر و کارش همش در عالم خیاله، با خیالیات. شاعر حکیم کسی است که اون شخصیت اولیه‌اش شاعری است، اما به هر حال یه سری به برهانیات هم میکشه. عده‌ای هم هستن به لحاظ شمار بسیار اندک، اینها حکمای شاعران. حکیمند، کارشون برهانی است، اما شعر هم بالاخره آلت دستشونه. فکر میکنم که برترین شاعرها اینا بوده باشن. یکی از سرآمدان این جماعت، یعنی حکمای شاعر، که هم حکمتش انصافا در تراز نخستینه و هم شعرش، حکیم نظامی است. یا یکی از ارکان اربعه شعر فارسی است نظامی، یا حتی اکثر اگر توصیه بدهیم یکی از ارکان پنجگانه شعر فارسی است قطعا. علی حال این مسلمن از تراز اول شعرهای زبان فارسی است. داخل مسائل شعریش من نمیتوانم بشوم، تأکید بنده در حد بسیار بسیار مختصر در حد اشاره به جنبه حکمی حکیم نظامی است. این سبیتی که من خوندم از شرفنامه است. کسی که از تو در تو نظار کند، ورقهای بیهوده پاره کند. نشاید تو را جز به تو یافتن، انان باید از سردری تافتن. بسی منزل آمد زمن تا به تو، نشاید تو را یافت الا به تو. اهل فلسفه می دانند که یکی از براهین
تراز نخستین اثبات واجب یه برهانی است که به اسامی مختلف خونده میشه، هم در عالم اسلام سابقه طولانی داره، هم در دوران اسکولاستیک در غرب عالم سابقه داره، هنوز هم هست. حالا به تقدیرات و تعبیرات مختلف، برهان وجودی اونتولوژیکال، برهان کمالی، برهان وجودی و اون تعبیر شایع خودمون برهان صدیقین. برهان صدیقین محصلش این است که از خود خدا به خدا پی بردن به حق از خودش. این اولا در قرآن کریم این معنا هست، اولا یک فی برب بکن نهو ولو کل شیء شهید. در احادیث ما متعدد هست همین عبارتی که من مطلع سخن قرار دادم، یا من دل علی ذاتهی به ذاته. حدیث هست اعرف الله بالله، هیچ چیزی دلیل وجود خدا نیست، خدا خودش دلیل وجود خودشه. در کلام امیرالمومنین هست دلیله آیاته و وجوده اثباته، حق را با چیز دیگر نمی شود نه اثبات کرد نه می شود شناخت. اعرف الله بالله، این تفسیرش خوب در جای خودش. حکیم نظامی در این سبد همین برهان رو تقریر میکنه. اگر حکیم نظامی همین سبد رو بیشتر نمی داشت، برای نوع بنده یا عالم مصر بنده کافی بود که ما باز از این تعبیر بکنیم به حکیم، بگیم حکیم نظامی. این همان معنایی است که شیخ محمد حسین اصفهانی، استاد مرحوم علامه طباطبایی و دیگران در تحفه الوجود این چند بیت را من یادداشت کردم، درست همین معناست. ما کان موجودن به ذاتهی بلا حیثن، خوال واجب و جل و علا وحوه به ذاتهی دلیل و ذاته. ببینید نظامی گفت نشاید تو را یافت الا به تو. آقای کمپانی میگویند بر مبنای حدیث و آیه، وحوه به ذاتهی دلیل و ذاته، اصدق و شاهدن علا اثباته، و نظر و صحیح فل وجوبی یفزی علا حقیقت المطلوبی. برترین برهان هم به لحاظ موضوعیت هم به لحاظ ارزشی برهان صدیقینه، مخصوص خواص از حکم هاست. در اون ور عالم دکارت، لایبنیز، قدما، سنتانسلم و کیوکی اونها دارن. در این طرف ابن سینا، ملا صدرا، صاحب تمهید، ابن ترکه، اینها این برهان صدیقین رو ازش دم میزنند و ما میبینیم شخصی که تعرفش به شعره و باید تمام فعالیتاش در ساحت خیال باشه، چنین کسی در این حال که شعرش در اوجه متوجه این قبیل مسائل هم هست. بسیار مبارک میداریم این اتفاق رو و امیدوارم که انشالله این جلسه شریف مقدمه بشود برای جلسات پربارتری. و خواهشی هم دارم و اونم اینه که دوستان اکتفا نکنن به جنبه های هنری محض. هنر بسیار بالاست، علاست، انسان است و هنر دارم که حرفی نیست، اما بعضی از هنرمندان صرف هنرمند نیستند، هنرمندانی هستند که این دار مسالم توشون هست. چه بسیار خوب است، چه بسیار خوب است که یه مقدار از ساحت‌های ادبی بالاتر بیاییم و داخل این مقولات هم بشویم. بسیار ممنونم از دوستان عزیزی که سبب شدند که حالا من مزاحمت کنم در خدمت شما. البته مزاحمت ممنوعیت نداره، ولی به هر حال اینجوری اتفاق افتاد. هم خوشحالیم هم شرمنده از گرفتن وقتتون. انشاءالله موفق باشید و پله پله همه ما ها بیاییم بالا، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا انشاءالله.